سلام به شما در فرا خبر امشب وضعیت رسانه ها در افغانستان یافته ها یک نظرسنجی اتحادیه ملی جورنالستان نشان میداد که رسانه ها در افغانستان استقلالیت و آزادی خود را از دست دادند و جو حاکم سبب خود سانسوری نشرات رسانه های جمعی شده آیا آزادی بیان در افغانستان کارش تمام است؟ همزمان شمار از خبرنگاران کشور از چالش های موجود در سر راه خبرنگاری در کشور و شدت نگران هستند. پاسخ امارت اسلامی در این باره چیست؟ آقای مسرور لطفی مسئول رسانه‌ای اتحادیه ملی جرنالستان افغانستان و در کنارشون آقای ناملا سمنگانی معاون سخنگوی امارت اسلامی اینجا در استودیو برای بحث بیشتر حضور پیدا کردن کردم مهمان عزیز را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه آقای لطفی جزئیات یافته های شما چی است بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و سلام به سمنگانی صاحب و دوستها و بیننده عزیز اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در مدت 4 تا 5 روز یک نظرسنجی آنلاین را از طریق اینترنت یا یک برنامه اینترنتی آنلاین در سطح کشور در 34 ولایت را اندازی کرد که بالاتر از 500 کارمند رسانه و خبرنگار در این نظرسنجی اشتراک کردند و این نظرسنجی بخش‌های مختلفی داشت یک بخش ازی دسترسی به اطلاعات بود ما دریافتیم که در سطح ولایات مشکلات جدی در قسمت دسترسی به اطلاعات مشکل وجود داره و از این ناحیه جامعه رسانه‌ای در سطح محل در ولایات دچار مشکلات بسیار جدی شده است و این برنامه را ما امروز از طریق رسانه همگانی همگانی ساختیم و به گوش مسئولین امارت اسلامی و مردم رساندیم و هدف این برنامه ای بوده که ما اگر قرار باشه پیشنهاد میکنیم که امارت اسلامی باید یک قانون تصویب بکنه که زیر چتر از او از جامعه رسانه‌ای حمایت صورت بگیره باید آسیب شناسی که در کدام قسمت مشکل جدی وجود داره و این آسیب شناسی را به عنوان یک نهاد حامی خبرنگاران ما برنامه را اندازی کردیم و جستجو کردیم و بررسی کردیم تا بفهمیم که مشکل در کجا وجود داره که اگر قرار باشه طرحی ما تنظیم میکنیم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنیم مطابق یافتها ها باشه و این یافته اما نظریات جورنالستان و کارمندان رسانه ها در سطح کشور البته تنهایی بوده موضوع هم نیست شما در مورد آزادی بیان و خودسانسوری رسانه هم یاد کردین در پیوان به یافته هایتان چی از یافته هایتان در این مورد؟ خودسانسوری یا سانسور در کل تحت چتر دسترسی به اطلاعات میهه زمانی که مشکل وجود داشته باشه در قسمت دسترسی به اطلاعات شما مطمئنن که این حس میشه که خود وجود داره مثلا ژورنالیست اگر انگام جمعوری اطلاعات به چالش و مشکل مواجه میشه یا کمریش میشه نه یا یک برخورد میشه امروش که نباید شود دو بار سه بار اگر این مسئله تکرار میشه ژورنالیستا شما بخواین نخواین خود سانسوری میکنند اون شکلی که باید پیش برن نمیرن مثلا در ولایات مشکل جدی که وجود داره در مرکز ما تشکری میکنیم از مسئولین امارات اسلامی که در بخش های متعدد سخنگوی معرفی کردن اونا کار میکنن بر اطلاعات در خور رسانه ها میتونند اما در سطح محلات یک حکومت محلی که متشکل از بالاتر سی اداره است یا مقام ولایت است اینا تمامشون اطلاعات ها، مسئولیتش به اطلاعات فرهنگ دادن ضمن از که اطلاعات اونا باید به با رسانه بتن کنترل رسانه ها رو به اطلاعات فرهنگ دادن و این مسئله در کنار از که دسترسی به اطلاعات سختتر ساخته یک مقدار برخورده سلقه ای رو بار آورده باز این برخورده در نبود قانون میتونه خودسانسوری یا سانسور مشکلات بارگره فقط خودسانسوری باید شده تا آزادانه بیان نشه خبرها و گفته هایی که در دل شهروندا و خبرنگارها هست یا نه از طرف امارات اسلامی هم محدودیت های وضع شده میشه بگوییم که اگر قرار باشه محدودیت اگر ما ازش تعریف داشته باشیم خود قانون محدودیت است یعنی یک چارچوب حد این کردن بله مطابق از او کار کردن دو طرز عملی که امارت اسلامی داشتند در برنامه گذشتم که ما شما دعوت کردیم نامدیم روی مشکلات و چالش هایی که او دو طرز عمل داشت صحبت کردیم نبود قانون یک مشکل بسیار جدی در جامعه رسانه هم قانون رسانه های مگانی و در کنار از این قانون قدس رسی به اطلاعات است و این سبب شده که ارچند مسئولین امارت اسلامی بارها گفتند که ما از جامعه رسانه‌ای حمایت ها. میکنیم از خبرنگاران ما دوگانگی برخورد کردن گاهی شما میبینین که نبود قانونی مسئله را بار آورده و جامعه رسانه‌ای را به مشکلات مواجه کرده آقای سمنگانی پاسختون به این ها چی است که روز به روز افزایش پیدا میکنه بسم الله الرحمن الرحیم درود و احترامات خدمت شما خدمت مهمان گرامی و تمامی بینندگان برنامه فراخبر موضوع خوبی هست و خدا کند که شما فرصت دهین تا به بحث خوب بپردازیم پیش از اینکه که روی حرف های مهمان گرامی بپردازیم میخواهم به طور نمونه یک حرف های خود را آغاز بکنم روزهایی که کابل فتح شد و یک برد تشکیل شد تا کارهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان را دوباره از سر بگیرد ما یک جلسه داشتیم با شبکه خبر رادیو تلویزیون ملی یک کارمند رادیو تلویزیون گفت که ما باید چگونه یونیفرم داشته باشیم برایشان گفتیم که یونیفرم مشکل اساسی نیست باز چند دقیقه بعدتر یک کارمند دیگر گفت که ما چگونه یونیفرم داشته باشیم هرگاه پافشارین ها بر یونیفرم زیاد شد باز ما گفتیم در گذشته در دوره به جمهوری معمول چی بود و یا چوکات چی بود آنها گفتند که در گذشته نکتایی جبری بود کسی که در شبکه خبر کار میکنه باید حتما نکتایی داشته باشه ما برایشان گفتیم که پس از این اختیاری است اگر شما نکتایی میداشته باشین هم به با تان اگر نمیداشته داشته باشین هم به با اختیارتان چون اه آزادی بیان یا آزادی رسانه ها نمیتونه که تنها با یک داشتن نکتایی منحصر شوه کسی که نکتایی نپوشه و هم میتونه که از آزادی بیان و یا از آزادی رسانه ها لاف بزنه یک موضوع نمونه دوم که باید خدمتان عرض بکنم امروز جزوی ترین مورد امنیتی در هر نقطه افغانستان که رخ بدهد رسانه های داخلی بدون کدام مشکل میتونن آن را به شد و مد انکاس بدهند باستاب بدهند و حتی با قربانیان آن رویدادها یا موارد صحبت بکنند نظر اونها را بگیرند اما ما میبینیم که در 20 سال اشغال که افغانستان اشغال بود اینجا از سوی نیروهای اشغالگر و اداره پیشین کابل ش... هر شب و روز دهها جنایت رخ میداد اما هیچ رسانه و یا هیچ خبرنگاری جرأت این را نداشت که آن را انکاس بدهد یا بازتاب بدهد و یا قربانیان آن رویدادها را پیدا بکند یا به همرا ورثای قربانیان صحبت بکند که چه یزی گذشتهنخیر از میان دها زر شاید 10 رویداد در کل بس سال اگر باستاب یافته باش دو ونمون سم برای تان میگویم نمون سوم ینیم سال پیش میخواستیم یک مقاله ای بنویسم به وبسایت یکی از رسانه های معروف کشور رفتم تا معلومات پیدا وکړم اونځو یو خبري رادیدم چې خبر قرار ازين بود چې یو ښځه درولسوليه قیصار فارياب از سوی طالبان شلیک شوه او کشته شوه اون ښځه متهم به خیانت از سوی شوهرش بود اما وقته کې ما تمام ویب سايټه دیدم یو خبري دیګري چې زمون شب بود نیروهای اشغالگر خارجی در ولسوالی چک میدانوردک بر یک مدرسه عملیات کرده بودن و در اونجا هفتتن کودک را شهید کرده بودن از آن خبر نجا من سراغی نیافتم و اثر پیدا نکردم س سه نمونه ر درنظر رو بوم که در آن زمان رسانهها آزاد بود و فعلا رسانها آزاد نیست یا رسانها با مدوت مواجه تا ی قضاوت بسیار ن... منصفانه هست برخوردهای دوگانه میگه به گفته آقای لطفی صورت میگیره ای که یک بانو اجازه حضور در کنفرانس ها را پیدا نمیکنه همین خودش فکر نمیکنین که زیر سال میبره دید شما را نسبت به رسانه ها در افغانستان یا نمونه زیاد امارات اسلامی افغانستان رسانه ها را رکن یا ستون چهارم هر نظام میدانه نه تنها نظام دیموکراسی بلکه هر نظام رسانه ها اهمیت و افادت خود را داره و آنها میتونن یک نقش بسیار مؤثری را در تشکیل یک جامعه بسیار خوب ایفا بکنن بنابراین با اینکه امارت اسلامی افغانستان در 20 سال گذشته با یک رسانه های دیگری مواجه بوده یعنی رسانه ها به شکل بسیار مستقیم در زمان گذشته در دوره به اصطلاح جمهوری علیه امارت اسلامی یک موقفگیری داشته اما امارت اسلامی بعد از اینکه به قدرت رسید جزوی ترین گلایه از اینها نداشته بلکه برای اینها کوشش نموده زمینه های خوبی کار را فراهم بکنه و از توانایی و انرژی این رسانه ها در تشکیل یک جامعه خوب کار بگیره و از همین است که امروز ما شما همینجا نشسته ایم، نقد و نظر داریم و موقفی که آن ظاهرا مخالف امارت اسلامی افغانستان است و یا یک نقد به امارت اسلامی است آن را ما میشنیم این گونه زمینه در دوره به اصطلاح جمهوری مساحت نبود مثلا در 20 سال گذشته بل خصوص در 10 سال اخیر آن امارت اسلامی افغانستان بر بیش از 50 درصد خاک کشور حاکمیت داشت تسلط داشت آیا امکان این بود که یک فرد به نمایندگی از امارت اسلامی بیاید در اینجا در میج یا در اینجا بنشیند و موقف خود را ابراز بداره آیا در 20 سال گذشته چنین اتفاقی رخ داده اما اجازبتن... امروز ما میبینیم که از امریکا از اروپا از همه کشورهای جهان مردم از طریق آنلاین بامر... در برنامه های شما اشتراک میکنن نقد و نظر خود را میداشته باشه چی برسته به ای که از داخل کشور مردم ها نقد و نظر خود را دارن مورد که آقای کردن با این اندازه امارت اسلامی نقش خود را در پیوان بر رسانه کرده؟ اه، اه، گفته های سمنگونی به ما دقیق شنیدم ما بحث ما سرازی نیست که امارت اسلامی مشکل با رسانه ها داره ما میگیم که جو حاکم وضعیت کنونی و رسانه ها مشکل پیش کرده و این نظرسنجی و برنامه که ما داریم ما به حیث نظام حاکم به امارت اسلامی پیشنهادهایی داریم که مشکل حل شود و یک طرف قضیه و سمنگانی سب گفتن که در گذشته مثلا پینجا فیصد خاک پیش امارات اسلامی بود کسی ما نماینده حکومت گذشته نیستم و نماینده مردم هستیم ما از جامعه رسانه هستیم و در گذشته ما برنامه داشتیم در قبال جایی کشاریدگی و مشکل وجود داشت ما موردش گفتیم و یک چیز هم ندیده نگیریم که در زمان حکومت جمهوریت قانون حق دسترسی به اطلاعات لازم محتوا یک قانون بسیار خوب وجود داشت اما این یک چیز واقعیت است که در تطبیق مشکلات جدی وجود داشت همین مشکل که از طرف امارت اسلامی در یافتای شما نشان می که ایجاد شده چی است بحث ما فعلا مورد عزیز که ما میگیم ما قانون نداریم اگر قرار باشه به اعتمادی یا مشکل دیگی وجود می داشت خب میشد رسانه‌ها و نهادهای امیر رسانه‌ها در بشه بسته میکنن کار نمیکردن در افغانستان خب ما میبینیم که اگر قرار بشه زمینه مساعد است که ما هم کار بکنیم رسانه هم کار بکنن ما به حیث نظام حاکم به اینا پیشنهاد داریم که به مشکل حل بکنیم یعنی هر چیزی در گذشته بوده وان پیش شما مرقام است پیش شما ما نه بوده آقای لطفی آقای سمنگانی که اشاره کردن میگن امروز بهتر از جمهوریت مردم میتونه آزادانه صحبت بکنه مردم میتونه آزادانه ابراز نظر بکنه واقعا آزادی بیان به معنی واقعیش فعلا وجود داره در افغانستان ببینین اگر قرار باشه که ما بگوییم که مشکل وجود نداره کلا مشکل وجود نداره این درست نیست به دلیل از که ما دو نظام حقوقی که از طریق از طرف نظام در نظر گرفته در نظر گرفته شده بود چتر حقوقی و جامعه رسانه‌ای اردوش دیگه ما دیدیم با بالات تعلیق در آمده. بیشتر هم گفتم که در کابل برخوردا بسیار خوب است هرگاهی به سمنگانی صاحب شما تماس بگیرین نصف شما ممکن به همکاری شما کلپ خبری بده اطلاعات در اختیارشان بده ما میگیم که نبود قانون در شرایط کنونی که در گذشته ما قانون داشتیم آزادی بیان است آزادی بیان آزادی بیان وجود دارد ببینید آ... امی کلش یکیش بدگیش رابطه داره داره ولی مشخصا اگر نباشه برخورد سلیقهی نیشه برخورد سلیقهی نمیسته که در, مدت پنج, مرد. در مدت پنج ما ببینین در مدت پنج ماه نزدیک به چهل قضی خشونت علیه خبرنگاران سب میشه کی؟ که نزدیک به 80 فیصد از از طرف افراد امارت اسلامی می بوده باشه اه. ما پیشنهاد میگنیم که بیاین یک میکانیزم مسئولیتی بسنجیم تا جورنالیست ها مطابق قضو به پیش برن نرگاهی از خط سرخی که دشکر. خط سرخ حقوقی از جورنالیست بیشتر گام میمونه شما برخورد جزبتن. حقوقی بکنین مم. بگذارین که پایم تمام شود و هرگاهی افراد نظام بر رسانه ها کمریش میده میکنه یا کوپ میکنه خود چتر حقوقی دست اینا رو بله اجازه بده نقای سمنگانی در این مدت پنج ماه چرا شما حداقل یک قانون مشخص ایجاد نکردین که تا افراد شما باعث خب با گفته آقای لطفی میتونم مزایمت ایجاد بکنه به خبرنگارها در افغانستان و برخوردها دوگانه و چند است اصلا باید بگویم قوانینی که در عرصه‌های رسانه‌ای از اداره پیشین کابل به میراث مانده تا هنوز ملغا اعلان نشده به جای خود تطبیق می البته تحت بررسی و کار قرار گرفته و شاید موارد بسیار محدوده لازم به تغییر دیده شوه و بیشترین موارد آن به جای خود باقی بمانه ان در این عرصه رسانه ها و یا اهل رسانه ها با مشکل مواجه نمیشون و امارات اسلامی افغانستان اهمیت اطلاع و اطلاع رسانی را خوبتر درک میکنه و این را حق اساسی مردم هم میدانه تا اینکه مردم باید بدانن که حکومت خب ما بله چه کار میکنن قابل تطبیق و... هم درست است میپذیرین که از طرف اعضای شما از طرف مقامات شما میقنون... نقص میشه ما میگوییم که الحمدلله این یکی از ابتکار دولت امارات اسلامی افغانستان است که پس از آمدن امارات اسلامی هیچ یک خبرنگار در افغانستان جان خود را نباخته است نه خیر هیچ یک از خبرنگار جان خود را نباخته بلکه ممکن بعضی موارد رخ داده باشه که برخورد نادرست با بعضی از خبرنگاران صورت گرفته آن را ما در همان زمان هم تایید کردیم و گفتیم که چون هنوز بسیاری از کار سیستم شکل نهایی خود را نگرفته و بعضی مشکل تا هنوز باقی است ما امیدوار هستیم که با گذشت هم روز تعامل ما خوبتر و خوبتر شود با رسانه ها و الحمدلله ما میبینیم که امروز همه رسانه ها با همه گرایش هایی که در گذشته داشتن امروز به فعالیت خود در افغانستان دوام میدهند خب و هیچ یک رسانه دارن. از طرف امارت اسلامی افغانستان مسدود نشد درست است ولی تعریف ما از فعالیت واقعی است زمانی که شما میگید قوانین قابل تطبیق است چرا مثلا خب دو قانون در هیچ جایش گفته نشده که یک بانو وقت نداره در ایک کنفرانس اجازه اشتراک پیدا بکنه چرا مثلا از طرف امارت اسلامی مانع ایجاد میشه امارت اسلامی افغانستان در این مورد هیچ کدام بیانی نداشته و پالیسی خود را چنین ابراز نداشته یعنی نقص شده طرف موردی عزاجم. اگر به شکل جزوی در کدام جا رخ داده ما نمیگویم که آن درست است و یا یک عمل قصدی هست و یا بیانگری ما هست شخصا پیش خودم همیشه خانم ها میاین برای کلیپ گرفتن برای مصاحبه گرفتن تا هنوز آنها با هیچ چالشی مواجه نشده خبرنگاران زنی که در تلو نیوز هستن آنها میتونن در این مورد سوالی کابل که مانع شده او چی است چی گفتم میشه برش نه خیر ما این مورد را تا هنوز به ما به شکل رسمی نرسیده و ما در این مورد کلا معلومات به ما مشارک نشده تا اینکه ما این موضوع را پیگیری بکنیم خودش میخواست در کنفرانس اجازه پیدا بکنه ولی اجازه اشتراک برش داده نشده نه همکارش ما بادی موضوع را به همراه مرگان های مربوط شریک بکنه و مشکلش از طریق حل بکنه ما تا هنوز در این مورد هیچ کدام شکایتی به شکل رسمی به ما نرسیده آقای لطفی خب آقای سمنگانی میگن قوانین هنوز هم قابل تطبیق است <applause> کدام موارد قوانین از طرف خود امارت اسلامی تا هنوز نقص شده تانوز باعث شده که تطبیق نشه در واقع ببینین بی اگر قرار باشه یک واقعیت است که اینا یک امارات اسلامی یک اعلامیه رسمی در قسمت تعلیق قوانین نداده اما در مرحله اجرا که شما میبینین مثلا در هیچ جای قانون دسترسی به اطلاعات گفته نشده که از تمام دستگاه حکومتی در محلات خبرنگارا باید اطلاعاتشان از ریاست اطلاعات فرهنگ بگیرند. ارگاه ما قضایه را داشتیم که جورنالیست رفته در جماوری اطلاعات از اوزه آمدن نور بازداشت کردن تا وقتی که ریاست اطلاعات فرهنگ برشان اطمینان داده که از ما اجازه گرفته بود باز آزاد شده قانون قدس دسترسی به اطلاعات مکلفیت دو طرف در نظر گرفته بود مثلا جورنالیست میگه که تا کدام حد خودت میتونی اطلاعات به دست بیاری شهروندان تا کدام حد میتونن یه حقشون شهروندی و اساسیشون است و نظام تا کدام حد مسئولیت داره که امی اطلاعات در اختیار شما بته ما میگیم که برخورد در کابل خوب است ممکن در سایه قانون که دسترسی به اطلاعات در کابل اطلاعات در خور رسانه ها داده میشه اما مثلا در پروان ما نمونه داریم که سه جورنالیست برای چار ساعت، شش ساعت تا هفت ساعت فقط در جریان ضبط کردن ویدیو به بند کشیده شدن اگر قرار باشه قانون ده در در مرحله اجرا باشه ما خواهش میکنم از سمنگانی سب که بخش مدباطی اینا تا مکاتب رسمی به ولایاتی را برسانند که دو قانون در قسمت رسانه ها بدون اینی اینی مادیش که مطابق شرایط امروز نیست که استثناء قرار بتن دیگه مریول الاجراس لطفا در قسمت فعالیت رسانه و ارائه اطلاعات مطابق این قانون ادارات محلی مکلف هستند که اطلاعات به رسانه ها بتن ارگاهی برخورد سلیقی و دوگانه میشه ما نهادهای حامی رسانه ها و خود نظام ها که مطابق از اون به مشکل بپردازه خود اینمی مسئله دوگانگی نشان میده که قانون سمنگانی سب میگه که مریول اجرا هست ما. آیستا آیستا خاصیتش از دست داده میره آقای سمنگانی همین دوگانگی ناشی از چی است نه خیر هیچ گونه دوگانگی وجود نداره باید بسیار مشخص بگویم که اصلا ما شما میدانیم که نظام نوپا هست بسیار کارهای نظام در حال شکل گیری هست همه چیزها تکمیل نشده و مثلا در ابتدا وقتی که ما آمدیم در خود کابل هم مشکلات وجود داشت اطلاع رسانی شد با آن شکل مؤثر صورت نمیگرفته که باید به همه رسانه ها ما دسترسی داشته باشیم یا رسیدگی داشته باشیم اما آیست های در کابل خوب شد همچنان در ولایت ها مشکل بود اما در همه ولایت ها کسان در رأس ریاست های اطلاعات و فرهنگ تعیین شدند که آنها در بخش خود در عرصه خود بسیار سابقه خوبی کاری دارند آنها می که چطور به امرای رسانه ها همکاری داشته باشند و آنها هماهنگی داشته باشند زمینه های خوب کاری را برای آنها فراهم بکنند معلومات بدهند البته این چوری نیست که ما به همین جا بسنده کرده باشیم و به با همینجا استفاده شده باشیم چون که اینها گفتند که باید کاری خوبتری و بیشتری صورت ما هم به باورمند هستیم که در ولایت ها هم وضعیت اینچنین باقی نمیمانه امروز هم وضعیت خوب است از این خوبتر می شود و باید که خوبتر شود با اینکه بسنده نکردین شما زمانی که میبینید رسونا تقریبا در حال بسته شدن هستند وضعیتشان خوب نیست خبرنگارها در حال فرار هستند چی کار کردین مثلا من میگویم که بسته شدن بسیاری از رسانه ها یک امر طبیعی است در کجا چون بسیاری از رسانه ها خودکفایی مالی ندارند و آنها با پای خود استاده نیستند در گذشتان ها متکی به حمایه مالی خارجی ها بودند با آنها فنده ها می آمد از کشورها از سازمان ها از مؤسسه های مختلف آنها کار خود به پیش می بردن و این یک نوع مداخله بسیار سریح در امور افغانستان بود و مشکل به امنیت افغانستان هم پیش می کرد ما تا هنوز هیچ کاری در برابر رسانه ها نکردیم تنها اونا فقط همیقدر شده که کمک هایی که به اونا میرسید قطع شده منظور کدام رسانه اونها... از مثلا از طرف بیرون میشده و تو من مشخصا مو نام نمیگیرم در افغانستان صدها رسانه فعالیت میکنه و این چنین هم نیست که بعد از آمدن امارت اسلامی رسانه ها مسدود شده باشه ما گزارش مؤسسه نیرا ببینید اونها میگن که از سال 93 تا 96 بیش از 200 رسانه در افغانستان مسدود شده که بیشتر جنبه اقتصادی داشته یعنی به دلایل اقتصادی مسدود شده ما میگویم باید در آینده در افغانستان هر قدر رسانه که کار میکنه اونها باید به با دا پای خود استاده باشه چرا یک رسانه که خودکفایی اقتصادی نداشته باشه به با پای خود استاده نباشه و به هیچ صورت به خود حفظ نمیتونه او به هیچ صورت نمیتونه واقعیت را گونه واقع بینانه انعکاس بده در گذشته همین چونین بوده مثلا ما یک مثال برتان میگویم در افغانستان بسیار سیاسیونی هستند که اونها از خود تلویزیون ها ساختن برای خود رادیو ها ساختن اگر آنها خودشان در خارج رفتن در خارج نشستن و تلویزیونشان در اینجا مانده آیا این مسئولیت دولت است که باید حفظ بکنه که رسانه سقوط نکنه رسانه و یا به رسانه کمک مالی بکنه تا رسانه با پای خود استاده باشه و از پا نغلطه نه خیر رسانه ای که در افغانستان فعالیت میکنه باید به خودکفایی اقتصادی برسه برای لازم است که یک بازار خوب اقتصادی به میان بیاید و هر رسانه سهم خود از بازار برداره به اندازه سهم خود حضور داشته باشه و فعالیت داشته باشه اما چون در افغانستان یک معضل اقتصادی هست معضل اقتصادی فراگیر هست هم عرصه ها را گرفته رسانه ها را هم گرفته به این معنا نیست که مرت اسلامی و گونه قصدی تلاش کرده باشه که رسانه ها با یک معضل اقتصادی روبرو شود و رسانه ها سقوط بکنه ما میگیم که باید ما از معضل اقتصادی در کل بیرون برایم تشکر. هم دولت برایه هم مردم برایه هم رسانه ها برای و رسانه ها به شکل آزادانه و با عواید داخلی که باید داشته باشن به فعالیت خود دوام بدهند لطفی جواب دخش نبود ببینین مشکل اقتصادی یک واقعیت است که ما در اول هم گفتم که مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی قبل از تحولات آمدن تحولات در افغانستان وجود داشته ای یک چیز حتمی است که وجود داشته رسانه ها بسته می شودن. ما ارقامی داریم که در مدت نمی سال 2020 یا یک هستن که به اثر مشکلات اقتصادی بسته شدن اما رسانه وجود داشتند که مشکل اقتصادی هم مگره داشتن سرویس خبری یا در محل در 16 یا 15 سات نشرات رادیوییش دو سه ساتش داشت از آجانس های خبری می گرفت پخش می امروز جورنالیست مثلا به ما تماس میگیره که میگه انگام جمعوری اطلاعات مرا اطلاعات فرهنگین تو یک برخورد کرد محدودیت مشکل اقتصادی یک طرف قضیه است یک واقعیت سمنگانی است براست میگه در گذشته وجود داشته ما میگیم که آل فعلا محدودیت در سایه کار بیشتر خلق شده و این به این معنا که امارت اسلامی آمده مستقیم کار کرده که محدودیت خلق بکنه خود به قانون نپرداختن خودش محدودیت خلق کرده و این سبب شده تشکر. که در محلات مشکل وجود داشته باشه مشکلات اقتصادی درست است محدودیت ها شده که واقعیت خیلی کتا فرصت داره قایس منگانی وعده شما به جامعه رسانه افغانستان چی است؟ ما رسانه های واقعا آزاد خواهیم داشت و رسانه های واقعا آزاد در تشکیل یک جامعه بسیار خوب نقش خود را ایفا میکنه و دولت را جوابگو می سازد. آقای مسرور لطفی مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و آقای نامولا سمنگانی معاون سخنگوی امارات اسلامی تشکر از حضورتان در فراخبر و دوستانی که بیننده برنامه بودید خدا نگهدار.